عرفه؟ دارن بیان دخترم؟ دارن میان بابا جون. یارن دخترم حاضری؟ همه چیه گذاشتی تو سایه؟ گذاشتم مامان. پسرم تو همین کلاهو بده من. با این میخوام برم. مامان این اینجوری بیاد من نمیام. یکم آروم باشین بدش من پسرم. باباتون تو هتل منتظره. جیلان آبجی یادگار کمک نمیخواد؟ نه آبجی جون چیز زیادی نداریم. خب دیگه میری؟ داریم میریم جیلان، داریم میریم. بگیر ببینم خوش ریبی مال توه. چی هست؟ دفتر خاطرات. ببین تو صفحه اولش وسط نوشتم، عکسم هم چسبوندم. شاهزاده اینم واسه توه. ممنونم آبجی جیلان. بازم بیایید باشه، نظر دلمون واسه تون تنگ شه. ممنونم. جیوان آبجی جون آبجیش، عمر آبجیش، مطمئنی؟ بازم میخوای برگردی به اون کشور؟ دارم میرم سر کار آبجی، شب عروسی داریم. اونو نمیگم، فردا. فردا؟ فردا میرم ایتالیا. آبجی؟ آبجی تو رو خدا اینجوری نکن. دست خودم نیست جیوان، همش میگفتم هر چقدرم بینمون فاصله باشه عیب نداره، همین که سالم باشه برام کافیه. حالا که به هم رسیدیم جدایی برام سخته. الو یادگار چیکار کردی؟ ها؟ حاضرید؟ خوبه آفرین. بیاید دیگه، آدم باید پای اشتباهش وایس و درستش کنه. شما هم دیگه برگردید و بیاید، براتون بلیت گرفتم. داریم میاییم تا نیم ساعت دیگه. آها آفرین، عقل به کلت میاد ولی دیر میاد یادگار خانوم. بازم من بزرگی میکنم. باشه؟ معطل نکنید. پاشید بیاید. تو هتل منتظرتونم. باشه. عارفه برو به حاجیک بگو یه ظرف آب بیاره دخترم. اگه واسه مهمونم میخوای من آوردم. با نصف لیوان آب چند نفر رو میخوای بدرقه کنی عارفه؟ سه نفر ماما. آخه مگه چه فرقی داره؟ ببین عزیزم دختر بودو صداش کن اعصاب منو خورد نکن. برو دیگه. آخ اینم که اینجوریه. اصلا این همه آسمون ریسمون به هم بافتیم که این دختر نیاد. الان هم واسه این که داره میره ناراحتیم. یادگار داره میره، جیوان داره میره. یادگار داره میره ولی دلش میخواد برگرده، مطمئنی؟ خودش گفت میرم به بهاءالدین، گفت تصمیممو گرفتم، گفت برمیگردم آنتب. خیر باشه. این یه دردی داره. خودش با جیلان حرف زده. چی گفته؟ همین که خلیل ناراحتش کرده، یه اشتباهی کرده. همین.
یادگار ساکاتونو بدی من. نه خودم میبرم. بده دیگه. باشه ممنون. داری میری آره؟ تو چی؟ فردا. به سلامت. جیبان ها دسر چی میشه؟ قرار بود واسه عروسی حلوا درست کنم، به رئیسم قول دادیم، گفتیم بذارتش تو منو. گفتیم ولی داری میری دیگه. اگه میخوایی نه خودم حلش میکنم. اگه تو برای من آرزوی سلامتی میکنی، منم برای تو خیلی خیلی آرزوی سلامتی میکنم. عمه الماس طرف فرار کرده رفته، تو هنوز آرزوی سلامتی میکنی؟ دارم شعر مینویسم ساله. اونی که رفته دیگه رفته الماس رفته. بیا بگیر تو بنویس. این چسب. چیز دیگه ای هم هست؟ نه همین بود. هول هولکی اومده بودیم بیرون. جیوان اول تو بگو. باش. داداش جیوان تو دفتر من می نویسی؟ معلومه که می نویسم. بیا اینم مال تو. پس عکس چی؟ عکس ندارم که، اونم از ایتالیا برات میفرسته. ولی بدون عکس که نمیشه. پسرم میگه عکس نداره دیگه، برات میفرسته. یادگار؟ بله شوهر خواهر. یه دقیقه بیا دخترم. حاضری؟ چیزی کم و کسری نداری؟ نه شوهر خواهر حاضریم. دیگه اگه اجازه بدین میری ولی اگه چیزی که ما نمیدونیم وجود داشته باشه، یه مشکلی، دردی، مسئله‌ای؟ نه شوهر خواهر. مطمئنی؟ مطمئنم. پس از این به بعد خونه تو ترک نمی کنی. اگه ببینم یا بشنوم گوش تو میکشم. باشه؟ باشه. بری. یونس هم چشم آبی من، اما الماس رو فراموش نکنی یا تون زنگ بزن. قول قول. آبجی عرفه آدرس ایمیلم رو نوشت. به تو آبجی جون، من زیاد بچه ها رو دوست ندارم ولی از این خیلی خوشم میاد. بازم بیای دلمون واسه تون تنگ میشه. انشالله هم مثاله. چشم آبی تو را چند تا پیروشکی میخوای بخوری؟ 10 تا. ماشاءالله. خوشتیب دفترچه در چه حاله؟ خوبه، فقط بابا بزرگ بهاءالدین مونده. بده طوفان زرد، بده من بنویسم. بده بنویسم پسرم. قبل رفتن بنویسم. قشنگ بنویس بهاءالدین. بابا فقط یه صفحه داستان ننویسی ها. نوه عزیزم یونس. خوبه؟ یونس چشمابیم، ازم عکس خواسته بودی، بیا بگیر عزیز دلم. وای آبجی خیلی زحمت چه زحمتی دختر، قشنگترین عکسمو دادم. این دیگه کیه؟ منم. جوونیام موام طلایی بوده. مامان کدوم جوانی رو میگی؟ چرا دایی اصلا این چیزا رو یادش نیست؟ بی تربیت. بگیر ببینم طوفان زرد. جیوان کجاست؟ اومدم آبجی، اومدم. شما آماده ای؟ آماده ای. بریم دیگه. بریم، یارین دخترم اینو بگیر. بریم. آبجی. یادگار دختر قشنگم.
به سلامت. مراقب خودتون باشین عزیز دلم. به خودم میسپارمت. به سلامت. خب اگه با شما نیستم بیاید دیگه. انشالله مثل آب برین و زود برگردی. جیوان ماشین خریدی؟ نه از سر کار بهم دادن آبجی موقتی. خاله حسناست، این مال بابا بزرگ بهادین، این عمه صالحه، این عمه الماس، این آبجی عارفه، اینم جیلان. آبجی ها چی چی؟ ندادی اون بنویسه؟ ای خدا بقیه با چی ناراحت میشن این با چی؟ اگه ناراحت میشدی میگفتی، چرا نگفتی ها؟ خودش باید یادش میبود. ای بابا یادش رفته دیگه ها چی؟ یونس بچه هست. به همه داد بنویسن. حتما لزومی ندیده به تو هم بده. چی شد آبجی؟ چند روز همش غم و غصه داشتیم، نفسم در نمیاد. پای درست کن دخترم، پای درست کن. آره بذار بذارم درست کن. درست کن. ممنون ممنون ممنون. حاجی بودو برو الکول بیار. نه دوایی دردش پیش منی. چه دوایی؟ آبجی یه چیزی بهت میدم که نه درد برات بمونه نه نالی. چیه دختر؟ منم تازه کشفش کردم. دخترم با رمز و راز حرف نزن، ما رو کنجکاو نکن دیگه. اون دیگه چیه؟ اینه. وقتی این نامه رو میخونی من خیلی از اینجا دورم اوستا. تکراریه ولی باید بگم. اگه دلیلشو بخوای باید بگم گفتنش خیلی سخته. مرد به این گندگی شدم ولی هنوز نتونستم به زبون بیارمش. نه جرات دارم دل شما رو بشکنم نه همینطور جیلانو. اما من خیلی دوستش دارم. علی پسرم من بیرون یکم کار دارم، تو برو رستورانو باز کن. باشه من نمیام. چرا؟ من نمیام. پسرم اینه دیوونه ها حرف نزن. یعنی چی نمیام؟ یعنی استعفا میدم، دیگه کار نمیکنم، کارم تو رستوران تموم شد. چرا آخه؟ علی علی خاره مریمو باید کم بریزی آبجی. پروفسوری که تو تلویزیون بود گفت نباید زیاد بریزی. چقدر بریزم؟ یه ذره. اینجوری. وگرنه باعث میشه قش کنی. اما اگه به اندازه بریزی درست میشه. یه خواب خوب، یه خواب آروم. ایشالله ایشالله. همه سرگرم جیوان و یادگار بودم که از اون طرفم قضیه نامزدی جیلانم پیش اومد. خیلی خودتو ناراحت کردی آبجی. همشم پشت سر هم. ببینم برای چین و چروکم خوبه؟ چی؟ خار مریمو میگم. واسه چروکم خوبه؟ چروک صورت؟ آره. نه، اون یه گیاه دیگه میخواد. ببین ببین لقمان حکیمو ببین، اون یه گیاه دیگه میخواد. خدا بگم چی کارت نکنه. الو بفرمایید. خوبم تاج سر خانم، خوبم خوبم. شما چطورین؟ ممنون. ها نمیدونم. فهمیدم. باشه دیگه. پس روز بخیر. مامان تایلا نهار منتظرمونه. چه عجله یاب جی اینجوری هول هولکی. آره شاید کار داشته باشیم. آره میبینی چی که از روز اول رفتن رو مخمون. اوف ببین بازم سینم سنگین شد. خودتو ناراحت نکن آبجی. چجوری نکنم ها چیک، بازم میخواد شروع کنه به قصر و قایق سلطنتی و این حرفا. وای
زیاد ریختی آبجی، ضرر داره. تو برو به عمه ها خبر بده، برو دخترم، برو برو برو، اعصابم خورده. برو. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. یعنی چی کارو ول کردم؟ یعنی ول کردم واسه چی؟ چی کار کنم داداش؟ برای جیلان قهوه ببرم؟ به تایلند خدمت کنم؟ چه جوری بمونم داداش؟ باید بمونی دیگه داداش، کار جداست، عشق هم جداست، قربونت برم. تازه تو هم گیر دادی میگه هی جیلان جیلان، مگه دختر دیگه ای پیدا نمیشه؟ خب میخوای چی کار کنی ها؟ نمیدونم، میذارم میرم. کجا؟ یه جایی میرم دیگه، چه بدونم داداش؟ ای خدای من. وقتی رفتی منصب میرم دوستامو میبینم، بعدش یه اتاقم واسه خودم دارم، بیسکویت هم میخورم. باشه دخترم، فهمیدیم. طوفان زرد، بگو ببینم، تو هم دوست داری بری الان؟ من میخوام بمونم. مامان چقدر تو هتل مونده؟ نشوهر خواهر. رسیدیم دخترم، کم مونده، رسیدیم. اومدم. من اومدم. خاندان؟ تعجب کردی نه؟ خاندان جان، تو اینجا چی کار میکنی؟ حوصله‌ام سر رفته بود، گفتم حالا که خلیل استانبوله منم برم یکی دو روز با هم خوش بگذرونیم. خیر باشه. عزیزم، میومدی اما آدم یه خبر میده آخه، یه اشاره‌ای میکنه، میگه به طرفم بگم. مگه میشه اینجوری یه ظاهر بشی خاندان جان؟ آخه من سکته کردم. یعنی خوشحال نشدی؟ چرا خوشحال؟ آقا خلیل، همسر و بچه هاتون اینجا دارم میان بالا. قربان. الو الو، چی شد؟ قطع کرد. تو اینجا راحت نیستی درسته؟ نه راحتم، تازه اومدم. اتاق یه نفر است. عیبی نداره. نمیشه، خاندان من لایق اتاقای ویژه است. حالا پاشو بریم. خلیل میریم دیگه، چرا عجله داری؟ کار امروز نباید به فردا. ای بابا میمون. میخوام پاهامو دراز کنم. تو آسانسور دراز کن، تو اتاق ویژه دراز کن. بیا بیا، پاشو پاشو، بیا عزیزم، بیا بیا خندانه، بلا زود باش دیگه. طبقه اول، به محض اینکه از پله ها بالا رفتین روبروتونه. فهمیدی پسرم؟ بودو برو به بابات بگو. پسرم بگو شوهر خواهرم پایینه. باشه، بهش بگو بیاد پایین. یادگار، مزاحمش نشی. نه شوهر خواهر، این چه حرفیه؟ برو دیگه، برو. بیا بریم. بیا گلم. خلیل اگه میخوای اتاق عوض کنی بکن، چرا منو میبری پایین؟ گلم، 1001 اتاق هست اینجا، با منظره خوب، بدون منظره خوب، ویژه. هرچی خاندان بلا بگه همون میشه. خاندان من لایق بهترین اتاقه. هدیه یه دیگه ای نداری؟ چی میخوای؟ قبلا گفته بودی تو استانبول برام یه گردنبند میگیری. از دست تو خاندان بلا. وای خاندان، وای خاندان، وای خاندان، خاندان بلا. مگه میشه نگیریم؟ سوار شو گلم، سوار شو. حسنا نه، هنوز معلوم نیست، ولی من میبرمتون. یه نفر از رستوران میفرستم عزیزم، باشه؟ خدافرز. چی شد یادگار؟ الان میان شوهر خواهر. من برم یه سر به یونس بزنم ماما. نه یه بارم و یه دنبال تو بگردی. خیلی درش برای باباش تنگ شده نه؟ نمیتونه صبر کنه. بله. مامان! ها؟ چی شد پسرم؟ بابام کجاست؟ نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ پسرم همین الان زنگ زدم. مطمئنی اتاق درست رفتی؟ آره. ای خدا، چی شد؟ مگه نمیخواستیم اتاق ببینیم؟
کارت موند بالا. چه کارتی؟ کارت موند بالا دیگه. زود باش دیگه. زود باش. هر چقدر به علی زنگ میزنم جواب نمیده. این چیه؟ فرش یکی از دوستان. شبیه مال بهایالدینه. مگه نفروختیش؟ فروختمش. این همین بود. فرش مامان گلناز. بهیه به کارت برس. اینا دارن زیر زیرکی یه کارایی میکنن. پسر تو از کار بیکار کرد. بازم هرچی میشه بهایالدین بهایالدین. آبجی اینو بپوش. اون لباس نامزدیم هاچیک. خوشگل آبجی، ببین روی یقش سنگ داره. دختر بعد اون 25 کیلو چاقتر شدم. آبجی، مادر شوهرش لباسای دم دستی و معمولی نمیپوشه. تو زن بهاءالدین جلباغلوی چی کار میکنی؟ میخوای عقب بمونی؟ باش. عارفه. بله مامان. امروز نرو سر کار. چرا؟ فامیلمون منتظرن. فامیلا؟ مادر شوهر جیلان جان، همین که واسه بزرگ بودن مراسم نامزدی به همون فشار آوردن بس نبود، تازه واسه نهارم دعوت بودن. جیلان بره مامان، من کار دارم. عارفه، همین جوریش هم اعصابم خورده، تو خورترش نکن. اون لباس ورزشی هم از تن در بیار. میخوام برم سر کار. زود باشید. دخترم تو اینجا چی کار میکنی؟ ببخشید جیلان جون، من باید برم سر کار، نمیتونم بیام. باشه. یارن، دخترم. بابا. پسرم چطوری؟ خوش اومدی داداش. ممنون تو هتل گم شدی نتونستی پیداش کنی. داداش گفتم حالا که اومدم یکی دوتا کار هست که اونا رو بعد انجام بدم. دوستام هم که دست از سرم بر نداشتن. هی زنگ زدن. آره به کارت برس. میخوام حلش کنم ولی نمیتونم حلش کنم داداش. داداش، من میرم دستشویی. خب خلیل. چی داداش؟ همین جوری داشتی میگفتی داداش پسرم. آره داداش. والا اینا حواس بسی آدم نمیذارن که همش پشت سر هم تلفن. کارت پرست، ما قریبه نیستی. خیلی خب پس. یادگار، امروز هم بمونید، فردا صبح میریم. فردا؟ واسه چی؟ دخترم واسه کار دیگه، یه لقمه نون حلال. پس بریم خونه با بزرگم. یونس راست بگه، بچه رو تو هتل میخواد چی کار کنید آخه؟ نه شوهر خواهر، ما اینجا منتظرش میمونیم. ببین چجوری دل شوهر خواهرشو میشکنه؟ این همیشه همین جوریه شوهر خواهر، همیشه همین جوریه. دختر یکم حرف گوش کن دیگه. شوهر خواهر بهاءالدین میگه بیا بریم، صبح میام دنبالتون دیگه. خلیل نه نیازی نیست، راه و بلد نیست، شهر و بلد نیست، من میارمشون. اصلا بر میگردیم خلیل. فردا با اولین پرواز بر میگردیم. دیگه چی میخوای؟ من که نمیفهمم. بابا. دخترم برو دیگه، برو. دخترم تو برو، برو. باشه شوهر خواهر. برید بشنید، من الان میام، برید. داداش ما بیرون با هم دیگه حرف بزنیم؟ این بچه ها رو 5 ثانیه بیشترم ببینم برام خیلیه. بیا داداش. ببین خلیل، الان زن و بچه ها تو میفرستیم به هات بیان، ولی یه چیزایی به گوش من رسیده. دروغه داداش، همش دروغه. هیچ جوره نمیتونم دردمو به کسی بفهمونم. نمیدونم این حرفو از کجا در میان. یادگار تو آنتب ناراحت نمیشه که نه؟ داداش بهاءالدین، آخه من کی اونا ناراحت کردم؟ هرچی خواسته براش فراهم کردم، چیزی کم نذاشتم. به مستاجرمون حسادت میکنه، الکی از اصول در میاره. پای کسی وسط نیست، والله نیست، بلا نیست. نمیتونم حرفمو به کسی حالی کنم من. اگه دل یادگار بشکنه چی؟ نمیشکنه داداش، قول میدم. اگه اینطوره خیلی خوب باشه. همینطوره داداش، همینطوره. من فردا برای اولین پرواز چیز میکنم باشه؟ من ساعتشو به شما اطلاع میدم داداش. خلیل
خاندان، مگه قرار نبود بالا منتظر بمونی؟ خب گرسنم شد، بیا بریم یه چیزی بخوریم. اخ با توه گلم، بخوریم بخوریم خاندان جان، بخوریم. بیا بیا بریم. بیا ماهر، داداش بهای دین زنگ زد، مامانت اینا میخوان برن خونه تایلانینا. آره او استاد کار داشت، گفتش که من بیام دیگه. خیلی خوب باشه، منم میام. مامان سلام. ماهر سلام. جیلان، عارفه گفت علی کارشو ول کرده. آره چرا؟ خب فکرش حتما به هم ریخته دیگه. به خاطر کی؟ ولش کن جیلان. ماهر بازم سلام. شیر پسرم، هممون تو ماشین جا میشیم؟ منظورتون از همه کیان؟ عارفه تو که نمی اومدی دخترم. نمیام دیگه. باشه هاچیک، لباس نامزدیمو پوشوندی بهم، درست نمیتونم نفس بکشم. آه باشه آبجی، ولی قیمتیه. بذار اون تاج سرخانم ببینه جلب اغلوها کی هست. وای فقط حرف. بفرمایین. بفرمایین. من میذارم تو ولش کن. بیا دخترم بیا. خیلی خوب. بیا. تموم شد. آبجی نزدیک بود یادم بره. چای رو ریختم تو شیشه. اگه تو خونه مادرش رو حالش عصبی شدی چیزی شد این باهات باشه. خب ماما زیاد که نمیمونیم. نه میگم حالا که حاضر شدیم و اومدیم بیرون یکم بگردیم. نه حسنا ای خدا، برو دیگه، زود باش زود باش. بی سلامت عمه، یکم خودتو جمع کن. آی عمه بلند شو دیگه، یکم بلندش کن دیگه. باشه الان میریم. این چطور شده؟ سرش باز خیلی خوب شده. خوبه ولی... خوبه ولی چی؟ سرش باز عصبانی نشد. ولی دستپخت آبجی یادگاری یه جوره دیگه بود. چی توش میریزه؟ نمیگه که. بذار یکم دیگه دارچین بزنم بهش. آردی سبوستا رو بده به من. ببینم از چیزی ناراحتی؟ چطور؟ چه میدونم، از صبح تا حالا صورتت درهم، اعصابت خورده، برق از چشات پریده. ببینم مشکلی هست؟ نه خوبم. تو آرد سبوستا رو بیار. الو میتونی حرف بزنی؟ آره داریم با شوهر خواهر برمیگردیم خونه. نمیری؟ فردا میریم.
خیر باشه. میگم تو این حلوا چی میریزی؟ از صبح داریم تلاش میکنیم درست درش بیاریم ولی نمیشه. درش میاریم، تو نگران نباش. یکم صبر کن. میای اینجا؟ آره میام. حالا که قضیه حلوا رو خودم ردیف کردم میام. تو کجایی؟ باشه باشه. میام اونجا باشه. سبزی ها رو خورد کردین؟ حاضرن سرش بست. عالیه. گوشته چی شدن؟ حاضره استاد. حلوا چی شد؟ حلش کردیم، حلش کردیم. یادگار داریم. خوبه. سس مرغا حاضره؟ ممنون دخترم. بفرمایید. قبل غذا نمیخورم. خیلی ممنون. همه ساله راست میگه. برای غذا هم جا نگه داره. مامان تاج سر سالاد گندم درست کرده. آره دیر درست میکنه ولی وقتی درست میکنه انگشتاتونم باش میخوره. رو به گوجه شما دستای خودش درست میکنه و اضافه میکنه. خوب میپزه دیگه ساله. بذارین من بپزم تا ببینی. جیلان دخترم از مامان تاج سر بپرس ببینیم اگه کمک لازم داشته باشه بریم. اما الماس شما زحمت نکشید، خدمتکارا هستن. خاله حسنا هم هست. الان میان دیگه. آره فقط برای مهمونای ویژم درست میکنم، نه هر مهمونی. از سوسی که خودم درست کردم هم میریزم حسنا خانم. امروز واسه اینکه شما میخواستید بیایید خودم اومدم. ممنون عزیزم، لطف کردی. عارفه ماهیو ببر. نیازی نیست عزیزم، خدمتکارا هستن، شما برید. نه عزیزم، من اینجوری راحت نیستم. هرچی هم نباشه یه آدمیم که هر روزه میره تو آشپزخونه. من سالاد گندمو میبرم. اما سنگین نباشه. چه سنگینی آخه، اگه بدونید من با یه دست چه چیزایی بلند میکنم. عارفه چیکار میکنی دخترم؟ منتظری شب بشه؟ بیار دیگه ماهیو، پارچم بیار. منم سوسو آماده میکنم و میام. وای دختر. آیا ای دختر بایستا بایستا، پر روغنش کرد، سالاد گندم خودش درست کرده. هر کی ندونه فکر میکنه چی کار کرده. ما هر روز 40 تا غذا میپزیم. میبینی؟ میبینی چه کلاسی میذاشت؟ باشه دیگه مامان، کشش نده. عارفه سنگینه، اونو درست بگیرش. حواسم هست. بدش من، بدش من. حواسم هست، ولش کن دیگه. مامان ولش کن، میگم ولش کن. دختر چرا لج میکنی؟ ولش کن. ای بابا. خدا لعنتت کنه دخترم. بابا تقصیر خودته دیگه. خیلی خوب، سوسم حاضر شد. داره میاد. بده. نکن مامان، نکن. ای بگیر دختر. بریم. کار اول کردم؟ کارو ول کردم. یعنی چی کارو ول کردم؟ ها یعنی چی؟ خب جوونه دیگه بهاءالدین. حالا یه چیزی واسه خودش گفته. کسی دلش شکونده، مشکلی داره؟ آره. نه بابا. بگو اگه کسی ناراحتش کرده برم حسابشو برسم. نیازی نیست. ای خدا. جوونه دیگه برمیگرده میاد. اینقدر گیر نده. جمال. ببین علی جای پسر منه، فهمیدی؟ اگه مشکلی داره باید بگی. سلام علیکم. داداش جمال واسه فرش اومدم. چه فرشی؟ بهاءالدین من یه کار کوچیک دارم. چه کاری؟ میرم زود میام. بیا داداش. بیا. من بهت چی گفتم؟ مگه نگفتم نیارستم؟ داداش مامر گفت برو. ای خدا. ببینم فرش پیشته؟ گذاشتمش خونه، تو راه برش میداریم. کباب دنده بره و کباب پیاز خدمت شما. ممنون. چه جونتون؟ شما چی میل دارین؟ یه کباب لطفا. چشم. آهر اوسا ببینم امروز با آدم عجیبی روبرو نشدی؟ مثل عمه ها؟ که
کسی که دنبال فرش بگرده، دنبال استا جمال بگرده. نه استا، چطور؟ برو سر کارت، برو سر کارت. ای وای، این سالات گندم چرا اینجوری شده؟ پیش میاد دیگه تاج سر خانم، یعنی از دست آدم در میره. بله، بلد باشی خوب در نمیره. راستش خوب شده خاله تاج سر، یه سالات گندم متفاوته. روش چیزی ریخته؟ نه عزیزم، چی میخواد بریزه؟ گرفتیم دستمون آوردیمش دیگه، مگه نه عارفه؟ ولی ای تو آشپزخونه اینجوری نبود. حسن خانم، یکم با دقت نگاه کنین، روش پولکه، داره برق میزنه. وای تاج سر خانم، به خاطر یه سالاد گندم کلی حرف بارمون کردین. میخواید بیاید بگید روش آب ریخته، عجیب غریبه، پولک داره، مو داره. اما حسن خانم، دخترم یه قاشق بده، بده. نه 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 نه، اینجوری نخوریدش. بده دخترم، بده دخترم، بده، بده من، بده. مامان روش پره پولک. دخترم بریز، 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 دخترم بریز، بده، بده دخترم. خدا رو شکر از قصر هالندلر خبر اومد. چه خبری؟ عزیزم، مگه بهت نگفتم؟ نه، خبر خوب جیلان دیگه، ویلکم دیگه، برای نامزدی هیچ مشکلی نداریم، باشون حرف زدیم. هر وقت که بخوایم بهمون وقت میدن. مامان حالت خوبه؟ وای یه چیزی شد. آره آره، آب بهش بده. بیا آب بخور، آب بخور. نمیتونه نفس بکشه. آب بخور، آب بای بیچاره کبول شد. نمیدونم چی کار کنم. بزن پشتش، درست حسابی بزن پشتش. مامان چی شد؟ بزن مامان، بریز بیرون، توف کن، توف کن، بریز. خوبی تو حسن خانم؟ خوبم، ممنون. پرید تو گلوم، پرید. مامان ذره ترکمون کردی. خب دیگه، بلا به دور. داشتم میرفتم، به خدا داشتم میرفتم. ای خدا. ای خدا، رفتم و برگشتم، رفتم و برگشتم. خدا منو به بچه هم بخشید. خوب شده؟ والا خیلی خوب شده. یادگار، لج نکن دستور پختشو بده. نمیدم. چی میریزی توشم؟ به تو چی؟ خودم میریزم، تو ولش کن. یعنی میخوای واسه شب کار کنی؟ هر کی بزنه زیر حرفش میبازه. استا ایلهم، به یادگار کمک کنید شیرنیای عروسی رو بپزه. باشه، سرش پس. بریم استا یادگار. نه بابا، این چه حرفیه. استا ایلهم، یادگار هر چیزی خاص بهش بدید، باشه؟ چشم استا. خیلی خوب. جیوان، همین که دارم میرم استخدامم میکنی؟ نه نمیکنم، همین یه باره. من نبودم چی کار میکردی؟ وای استا یادگار. ممنون استا. موفق باشی. Gitti canımın cananı, ah le canım, vah le canım, oy canım. Bıraktı beni yaralı, ah le canım, vah le canım, oy canım. بچگیت هم میخوندیش؟ آره، مامان بزرگم یادم داده بود. شبا میخوندم، تنها بودم میخوندم، مدرسه میرفتم میخوندم. اصلا سکوت رو دوست نداشتی؟
هنوزم دوست ندارم. مثلا وقتی تو خونه میرم تو آشپزخونه یا تلویزیون باید روشن باشه یا رادیو. وقتی صدا نباشه نمیتونم آشپزی کنم. خسته باشی بهیه. از جمال خبری نشد؟ نه، یکم دیگه میاد. با کی قرار داشت؟ نمیدونم. هیچی نگفت. نه. این وقت روز چی کار داره؟ صبح گفت میخوام به معامر زنگ بزنم. همون عینیه؟ فرش فروشه. حتما دیگه. من معامر دیگه ای نمیشناسم. چی شده مگه؟ خیلی خواب، فرشمون اینه. فرش اینیه؟ 100%. قدیمی هم هست. هر جور نگاه کنی 45 سالو داره. در ازاش چی میخوای؟ جیوان این چی؟ چون بدون صدا نمیتونی آشپزی کنی آوردمش. از کجا پیداش کردی؟ حالا پیدا کردم دیگه. جیلان، من دیگه میرم، میخوام برم رستوران. باش آبجی. جیلان، ناراحت نشو دیگه دختر. چجوری ناراحت نشم آبجی؟ نامزدی باید این شکلی باشه، باید اون شکلی باشه. منم میگم تایلان میفهمه، ولی اونم اینه خیالش نیست. باش حرفش. گوش نمیده که. بابا مسیح طرف لج میکنه، اونا مسیح طرف. جیلان، الان که فکر میکنم... آبجی، بابا دیشب واسه خودش برید و دوخت، ولی نمیتونه از پسش بر بیاد. نمیتونه مراسم نامزدی رو بگیره. میتونه بگیره، ولی تو اون قصر نمیتونه. حالا چی میشه؟ نمیدونم. حاجی که از اونجا یه نوشابه دیگه بده دخترم. از وقتی اومدی معده‌ام داره از دهنم میزنه بیرون. حالا تهوع سالاد گندم با نوشابه از بین نمیره. آب ماهی هم که بهش خورده بود حسابی باد کرده بود. ای. آب جا چیک تموم نشد. باشه سب کن دیگه. حاجی دخترم تو کنارش هم تعظیم میکنی؟ با یه نوشته خشک و خالی که نمیشه. چشم آبی مینم عکسمی. فقط عکس داداش جیوانو ندارم. آبجی داره. چند تا دارم ولی یادگاری هم. نمیتونم بدمشون. تو کیف پولش باید باشه، نگران نباش. بها جان چی شده عزیز دلم؟ اصلا این جمال در مورد فرشمون باهات حرف زد؟ یعنی چیزی بهت نگفت؟ جمال؟ نه. چی شده بهایدین؟ بهیه چی؟
ای بابا، اون بددل چی میخواد بگه آخه؟ مگه جمال فرشو نفروخته بود چی شده؟ یه مسئله هست، ولی انشالله اونه که تو سرمه پیش نبیاد. چی پیش نیاد؟ بهاءالدین؟ بها؟ الو؟ عجب، چی شده آبجی؟ آی عملیات انجام شد. ممنونم. علی، داداش تو نامه چی نوشتی؟ اینکه جیلانو خیلی دوست دارم، اینکه چرا هیچی نگفتم. همه چیو نوشتم داداش. خیلی هم عالی. وقتی رئیس خوندش چی میخوای بگی؟ هیچی. من که اون موقع اینجا نیستم. خیلی خوب، من دیگه میرم بالا. علی؟ کجایی تو پسر؟ برای خداحافظی اومدم اوستا. یه دو تا کلمه با هم دیگه حرف بزنیم، بیا. یعنی چی که میخوای بری؟ میخوام برم اوستا. مگه تو بچه من نیستی ها؟ مگه من و تو مثل پدر و پسر نیستی؟ بله، ولی میخوام برم. آره، من و تو همرازیم، همراز هستیم. همرازیمون تا ابد همینطوری میمونه اوستا. به کسی چیزی نمیگم اوستا، نگران نباش. پس دردت چیه؟ یه دردی دارم دیگه. به امانتی مربوطه؟ میفهمی اوستا، همه چیزو میفهمی. علی، به خدا سپردمت اوستا. هیچ جا نمیتونی بری اوستا. این رستوران خراب بشه زیر آوار بمونم من باز میرم. پسرم تو چه تاخه؟ دیوونه چیزی هستی؟ اوستا میری کناری از بالکن برم بیرون. چی فکر میکنی؟ هیچی. با خودم میگم خوب نگاه کن یادگار، امروز روز آخره، دیگه نمیتونی این تنگه رو ببینی. میخوای برگردی شهر خودت؟ یعنی پشیمونی؟ از برگشتنم؟ وقتی نامه مامانمو پیدا کردم، همون قضیه امانتی؟ آره، یه هایی بچه ها رو برداشتم و آوردم استانبول. خیلی واسه خودم خیال بافتم، گفتم امانتیو میگیرم، یه زندگی جدید درست میکنم. نتونستی؟ نتونستم درست کنم، ولی آبجیمو پیدا کردم، با شوهر خواهر آشنا شدم، دخترا، عمه ها، بعدشم با تو روبرو شدم. خیال امانتی رو تو سرم بافتم، اما رویای خانواده تو ذهنم نبود. میگفتم بازم تنها موندی، خودتی خودت.
بعضی وقتا فکر میکنی یه بدبختی سرت اومده. بعد که نگاه میکنی میبینی چیزی که فکر میکردی بدبختیه دریه که زندگی تو به روی روزای خوب باز کرده. واقعا باز کرده. چه خوب گفتی. ازالی خبری نیست. حالا اون جوونه بر میگرده میاد. ولی توی این دنیا جز خانوادم فقط به جمال اعتماد داشتن. اون چجوری هم چی کاری کرده اونو نفهمیدم. بهدین چرا اینجوری شدی ما؟ منم نفهمیدم. اگه اون بهیه یه بی تربیت جمال تحریک کرده باشه چی؟ اصلا اون این کارو میکنه بهدین همه فکر و ذکرش مایی؟ میکنه ولی مگه جمال گل میخوره؟ این همه سال گل خورده؟ اگه اون فرش رو نفروخته پس با چی به دهیمونو داده؟ زنگ بزن باش نرف بزن. بگو اون فرش یادگار مادرمه. بگو دنبال چی هستی؟ مگه نفروخته بودیش؟ بگو چرا راستشو به هم نمیگی ها؟ هلو؟ بله جمال. بهادین اومدم نبودی. ببینم خونه ای؟ آره خونم جمال. چیه خیر باشه؟ از علی خبری نشد؟ باید صبر کنیم دیگه. خب چی میخواد بگه؟ نه فهمیدم. آره متوجه شدم. چی میگه؟ اصلا از فرش حرف نزد. نه بهادین؟ هنوزم کوتا نمیان آبجی هاچیک. گیر دادن که حتما باید قصر هانندلر باشه. کی؟ تایلنه. جواب بده دیگه. الو جیلن جان کجایی؟ حاضر شدارم میام دنبالت. مجده؟ چه مجده؟ بگو دیگه. باشه باشه منتظرم. باشه. چی شدی؟ مامان ممنونم. ماما من دارم میرم. تایلان زنگ زد گفت میخواد با هم حرف بزنه. چه حرفی؟ گفته خبر خوبی داره آبجی. ای بابا خبر خوب اونم میدونیم. مامانش مژده داد دیگه. جای مراسم نامزدیمون مامان من شد. بهش میگم. میگم نمیتونیم تو همچین جای نامزدی بگیم. دختر از خودت حرف نزنی اوضاع رو به هم بریزی. بابات قول داده. تو نگران نباش تایلان درک میکنه. تایلان درک میکنه ولی مامانش چی باباش چی؟ ببین نری اونجا مشکل درست کنی. یا شنیدی چی گفتم؟ همین جوریش هم بابات کلی بدبختی من داره. حرف میزنم مامان بس دیگه. دیگه آب از سر ما گذشته. دختر آروم حرف بزنی. مشکل درست نکن جیلن جان. باشه ببین بابات دیگه تحمل مشکل دیگه یا نداره. ای بابا مامان وایسا اینو بگیر ببینم. مامان این چیه؟ خاره مریم اعصاب تو آروم میکنه. واسه آبجی درست کردم ولی قسمت تو شد. بخورش دخترم. مامان اومد. وایسا منو ببین. مامان اومد. جیلن مامان دخترم بخورش. بگیر بندازش تو کیفت. بوشت که بسه بخوریشا. بخور عزیزم دخترم. پخش دوبله فارسی از موبیکس مدیا تیوی. سلام عمو جمال. خوش اومدی داداش جمال. ممنونم. بهادین خونه است؟ بله بالاست. بفرمایی. مامان
خب خبر خوبه چیه؟ تایلان کجا میری؟ میریم جشن میگیریم. واسه چی؟ مسئله نامزدی رو حل کردیم، کارش تموم شد. میگه الان میرم میگم بابام نمیتونه مراسم نامزدی رو بگیره، فامیلا میرن به بها خبر میدن، بها هم میگه مگه من به شما نگفتم مراسمو میگیرم؟ قهوه داداش آماده است. بده دخترم. تو وضعی نبودی که بشه چیزی بهت گفت. روز آخر مهلت بدهید بود، دنبال یارم بودی، گیر داده بودی که این فرشو بفروش. جمال، به این ور اون ور خبر دادم، وقتی معامر گفت صبر کن خودم کارشو انجام میدم، گفتم جمال تو هم صبر کن. گفتی صبر کن، فرش مونده همونجا، وزارت دارایی شد. قرضی گرفتم بهای دین، بهت قول میدم معامر بیشتر از اونو بابتش میده. برادر من، این چه کاری آخه جمال؟ اگه نتونی فرش بفروشی چی؟ اگه نتونی پولو بگیری چی؟ تو واسه من چه کارایی که نکردی بهادین؟ این کاری که من کردم در مقابل اونا هیچه، قرضو پس دادم، بقیه پولم اینجاست، وجدانم راحته به خاطر اینکه فرش مامان گلناز مفت فروخته نشد. پرو رو ببین، میبینی ها چیک؟ خجالتم نمیکشه، هنوزم میاد جلوش میشینه. چی میگن آبجی؟ درست شنیده نمیشه. ببین بهایدین رو ببین، گردنشو خم کرده، از رو علاقش نمیتونه یک کلمه حرف بزنه. عزیز دلم، خدا لعنتت نکنه. بگیر اینو، بگیر دخترم، بگیر. آبجی من یه بیعقلی کردم وقتی تو اونجور هل هل که از رستوران زدی بیرون، فکر کردم چیزه. خب فکر کردی چی بهایدین؟ دست درد نکنه داداش جمال. اصلا صبر کن بهایدین، مگه این همه سال ما شما رو خونواده خودمون ندونستیم ها؟ بهایدین همه تون از این بر نداشته آورده اینجا، چه بدی به شما کرد؟ اصلا دل من خیلی پره بهایدین، اون فرش یادگار مادر بهایدین بود، جمال خان یادگار بود. استاد خودم میدونم. آره میدونی، تو چقدر نمک نشناسی، چقدر حق نشناسی، چقدر. بس دیگه بهایدین، یه دقیقه ساکت شو بابا، یه دقیقه گوش کن عزیز منه. بها جانم تو نمیتونی عصبانی بشی، با دل نازکت نمیتونی عصبانی بشی. چیزی واسه عصبانی شدن وجود نداره، سوء تفاهم پیش اومده. جمال رفته فرشو از اون چیزی که بیشتره فروخته، اینا بقیه پولش هم اینجاست. من شرمندم جمال. اشکال نداره. هاچیک، تو چرا جلوی منو نمیگیری دخترم؟ هاچیک، ما مادرم حرف زدم، درسته موقع خواستگاری یکم ناراحت شد، ولی زن با درکیه. سلامت باشه. گفتم نمیتونن مراسم خواستگاری رو تو قصد هانلر بگیرن. چی گفت؟ قبول کن. جدی میگی؟ آره عزیزم، مخارج شما میدیم. عزیزم ما به زودی خانواده میشیم، مگه من و تو داریم؟ حالا که خانواده من اصرار میکنن اونجا باشه، پس ما نامزدی رو میگیریم و خرجش هم خودمون میدیم. آی به مرد گنده گفتم نمک نشناس هاچیک، اون بس نبود گفتم بیرم. حق نشناس آبجی، تو هم که چیزی نمیدونست. آی حالا که چیزی نمیدونی ساکت شو، بشین سر جا. اون عصبانیتت. نه من کارم تمومه، کارم تمومه هاچیک، کارم تمومه. آروم باش آبجی، آروم باش، قربونت برم، آروم باش. بها جان این جایلان کجاست؟ با نامزد شرف میزنه میاد. بهادین منم باید در مورد یه چیزی باهات. بهادین نمیدونستم، به خدا فکر کردم داره سرت کلا میذاره. آی من چی کار کنم؟ بده من چی کار کنم؟
اومدی؟ خبری نشد؟ نه حتما نخونده. ماهر پاکتو گذاشتی دیگه؟ آره بابا گذاشتم. بعد رفتن تو رئیسم رفت دیگه، حتما بر نگشته. میگم علی چه؟ داداش میگم چی میشه یکم دیگه صبر کنی ها؟ ببین آدما بیشتر از همه بین نامزدی عروسی از هم جدا میشن، تحقیقات آماری اینو میگه، یعنی دروغ نمیگم ها؟ یعنی نمیشه یکم دیگه صبر کنی؟ چی شد؟ چرا اخمات رفت تو ها؟ تایلان تو بابای منو نمیشناسی؟ عزیزم مگه ما غریبه شما خانواده دامادید، نامزدی و خانواده دختر میگیره. چه فرقی میکنه آخه؟ واسه بابای من فرق میکنه. تو بازم ازشون تایلان جیلان جان میگم ما میگیریم میگی نه، میگم شما بگیرید ولی نمیتونید. نمیفهمم دیگه چی میخوای. تازه اگه بابات نمیتونه از پسش بر بیاد چرا گیر داده من نامزدی رو میگیرم؟ چی میگفت تایلان؟ عزیزم مگه نمیدونه ما کی هستیم؟ جیلان کجا میری؟ جیلان جیوان جان داری حاضر میشی داداش؟ حاضرم آبجی. جیوان جان تو هم حق داری، دلتو شکوندیم. تازه عروس بودم، نتونستم بگم داداشمه، گذاشتم دلتو بشکنم. آبجی بس گذشته رو باز نکن. چرا میری ایتالیا؟ زن و بچه داری؟ کسی رو داری؟ چرا اونجا رو ول نمی کنی؟ رستوران تو شرایط سختیه، داری میگیم بمون کمکمون کن. آبجی نمیتونم، باید برم، ولی یه راهی پیدا میکنم که به شما کمک کنم، قول میدم. آبجی ادگا اینا رو با لباست بپوش. اینا مال جیلانه. آره اون از این چیزهای سرق و برقدار خوشش میاد. نه عارفه لازم نیست. یعنی چی لازم نیست؟ شب آخری که تو استانبولی داری میری عروسی، به نظر من که باید تیپ بزنی. حالا دیگه زیاده روی هم نکنم. بابا زیاده روی نیست، خیلی خوشگل شدی، اینا رو هم بپوش دیگه. اندازه شد؟ آره شد. بیا اینم بگیر، شب اگه سردل شد اینجوری بنده رو شوند، قشنگ میشه. تو منو سیندرلا کردی؟ اگه جیلان اینجا بود سیندرلای اصلی رو میدیدی. خیلی تیپ نزدم عارفه. خیلی خوشگل شدی هم چی یادگار. اما این لازم نیست. به به باشه دیگه. یارن جان حواست به یونس باشه. باشه ماما. باشه مامان جان. خیلی خوب کارم که تموم شد، زود میام. حاضری تو؟ حاضرم، یکم صبر کنی الان میام. زود باش دیگه. الو
علی منم. جیلان چی شده؟ خوبی؟ آدرس یه جایی بهت بدم، تو میهایی دنبالم. یه لحظه وایسا، صدا تو خیلی بد دارم. خوبی؟ چیزیم نیست، با تایلان اومده بودیم یه کافه. الو الان کجایی؟ خیلی خوب باشه، دارم میام. چی میگه؟ هیچی، بازم قضیه ای تایلان. داداش بازم این پسر تایلان، میری اونجا مسئله پیش نیاد؟ پیش میادم بیاد داداش. یه لحظه آروم باش. آخه چی شد یهو؟ ولکام، بذار هر چی میخواد بشه بشه. هر چی میخواد بشه بشه. ای خودم، اگه تو کار زندگی تو به خاطر اون ول نکردی، گیر دادی همش میگه جیلان الان میری میزنی دست و پاتم میشکنی. ولم کن، بذار برم. علی من میرم دنبالش، من میرم. خب ولم کن ماهر، ببین اگه کاری کرده باشه میکشمش، میفهمی؟ باشه باشه، مگه من داداشت نیستم؟ به من اعتماد نداری؟ میرم فرش میدارم میارمش دیگه. باشه میرم دیگه. همه چی تکمیله؟ غذاها خوبن؟ خیلی خوش اومد. از خودتون پذیرایی کنید. چای خیلی خوبی، مگه نه؟ مخصوص شما درستش کرد. بله خیلی خوبه، خوش خیلی ممنون. بی نظیر، خوش بگیر. سیلهان گوشه اوسه جیبانه. شفیم تلفن. بفرمایید. از ایتالیا زنگ زدن، کارا تو رستوران به هم ریخته. داری میری دیگه؟ میرم، باید بالا سر رستوران باشم. شوهر خواهر چی میشه؟ اگه فردا برشکست شه چی؟ اصلا فکرشو کردی؟ کردم، نگران نباش. خدا از جمال راضی باشه، از فرشی که یادگار مامانمونه بهتر از ما مراقبت کرد. فردا زنگ بزنیم ازش تشکر کنیم. نه بهادی لازم نیست آبجی جون، حسرا دستش درد نکنه، از طرف هممون تشکر. از آشپزخونه نمیشد شنید بهادی؟ چرا از آشپزخونه گوش میدی؟ خب بیا از خودم بپرس. بهادین کار جمال از یه طرف، نامزدی جیلان از یه طرف، مگه من میفهمم چی کار میکنم؟ فردا جیوانم داره میره. ای بابا اونم گیر داده همش میگه میرم میرم. بهادین جیوان قبل رفتن یه چیزی گفت در مورد رستوران، گفت من حلش میکنم، به شما کمک میکنم و این حرفا. چجوری حل میکنه؟ خب بهادین یه راهی پیدا کرده دیگه. چه راهی حسرا؟ چه راهی؟ من چه میدونم؟ من چه میدونم؟
جیلان؟ سلام. سلام. علی نیست؟ نه نیست، منو فرستاد. میری خونه دیگه؟ آره. باش. جیلا میخوای به خونه زنگ بزن اگه مریضی چیزی هستی ها؟ نیستم. پس دعوا کردی؟ حتما بین تو آقا دوماد یه چیزی شده. نشده. آخه چشمات قرمز شده جیلا، انگار گریه کردی. بگی جلن جدا شدیم. مجده دارم، به هیچ وجه را نیافتم، بهت زنگ میزنم، خیلی مهمه. میدونی کار دنپایی اینجا نگرفت، روستا فرق میکنه. مثلا یه شهرهای کوچیکی میرفتیم جیلان، خاله ها یا آبجی از دنپایی سیر نمیشدن به خدا، اصلا نمیتونستیم کاری بکنیم. یه پاشنه کوتاه داریم مثلا، وای خیلی خوب فروش میره، شکل دنپایی مهمونه. میگفتیم دمپایی پاشندار آمریکایی میدادیم، همینطوری میرفت، عاشق اینا بودم. من خودم با عارفه خودمون یه دمپایی پاشندار آمریکایی هدیه داده بودم، شاید دیده باشیش. آه عارفه بهت نشون نداد؟ جیلا؟ جیلا؟ میخواستم برای چای دم کنم ولی دیدم نصف کیسه خالی شده. آبجی خار مرگم جوشوندمش دیگه. نصفشو؟ دخترم من با اون اعصابم اصلا میفهمیدم نصفشو ریختم یا یه چهارمشو. هر چقدر میخوای بخوری بخور آبجی، نوشی جونت، ولی خب زیادش ضرر داره، خدا نصیب نکنه، ولی اسبم میخوابونه. اصلا جانم بهادین
این جیلان تا این وقت شب کجا مونده؟ میاد بهاءالدین. دارن در مورد ازدواج حرف میزنن. خب حرفشون طول کشیده. حرفشون طول کشیده دارن حرف میزنن. وای خدا، وای خدا، دختر. جواب نمیده. به داماد زنگ بزنی. اگه یه جایی قش کرده باشه افتاده باشه چی؟ آبجی تنها نیست که، به داماد زنگ بزنیم دیگه. وای حسنا، وای حسنا، وای ای. وای ماهر، وای پسر، همه بدبختی ها میان تو رو پیدا میکنن. جیلن، جیلن پاشو، قربونت برم پاشو. این آب کجا بود پس؟ جیلن، جیلان، جیلان، رئیس این بار منو قیمه قیمه میکنه، به خدا قیمه میکنه، به خدا. جیلان، جیلان پاشو دیگه. یادگار خانوم؟ بله. بفرمایید، ممنونیم. یادگار، تو حاضری؟ چی شده؟ جیوان، این اولین پولیه که تو زندگیم در آوردم به لطف تو. خب این پول حقت بود. ممنونم. بله. نه جواب نمیده، حتما یه بلایی سرش اومده. میخوای به شوهر خواهر بگی؟ چی بگی؟ بگیم دختره رو با گلوگیا قش دادی؟ خودتو نکنه اینطوری نگو آبجی. زود باش زنگ بزن، قربونت برم زنگ بزن دیگه. نه جواب نمیده، جواب نمیده، جواب نمیده. زنگ بزن آبجی، زنگ بزن. های دارم میزنم دختر، دارم میزنم، جواب نمیده. بایستا دخترم، وای وای. ماهر؟ گوشیت داره زنگ میخوره آخه. من خوابیدم. آره یه چرتکی زدی. عجب. چی شده؟ هیچی، چیزی نشد، چیزی نشد. پخش دوبله فارسی از موبیکس میدیا تیوی. برای درد سر درست کردم، شرمنده. نه این چه حرفیه. ممنونم.
جیلانم، دختر تو کجایی؟ مامان به خاطر شربت تو این طوری گفته بودم که نباید اینقدر بریزی آب جی. هاچیک نرو رو مخم، همینجوریش هم حسابم خوبه. جلوی دامادم زشت شد، قش نکردی که بیفتی جیل؟ نه ماهر رسوندتم. ماهر؟ آره به علی زنگ زدم، با تایلان به مشکل خوردی. چه مشکلی دختر؟ فردا میگم. بهایدین، جیلان اومد، تو هم بگیر بخواب. حسنا، این قضیه نامزدی خیلی اعصابم خورد کرده. اون روز جوگیر شدم، گفتم برگزارش میکنم. بهایدین، از کجا میخوای پول بیاری برگزارش کنی؟ گیر نیاریم چی کار کنی؟ عزیز دلم، اونقدر پول نداریم، واسه بدهی رستوران فرش خونه رو فروختیم. حسنا، این یادگار رو امروز بردم هتل. اون خلیل گفت که فردا بیایید. خب دختر اون وسط موند با دو تا بچه کنارش، نمیدونست کجا بره چی کار کنه، خیلی ناراحت شدم. بها جان، با خودم گفتم بهایدین، خدا بچه های هیچ کس و بی کس نذاره هیچ وقت. من توی دنیا دو تا دختر دارم. خدا رو شکر. اگه من بهایدینم، مراسم نامزدی که دخترم میخواد براش میگیرم، بمیرم بمونم میگیرم همین. جدا شدی؟ آره. آخه چرا؟ نمیشد دیگه آبجی. ببین هنوز نامزدی رو نگرفته، بابا اینا رو تحت فشار گذاشتی. خب جیلان جان، نامزدی رو یه جای دیگه میگرفتین. آدم به خاطر قصر هانندلر که جدا نمیشه، دیوونه شدی؟ گوش نمیده، نمیفهمه دیگه. گفت که ما میگیریم. گفت ولی بابا میذاره مگه؟ خب؟ آها، حالا چی کار میخوای بکنی؟ فردا به مامانینا میگم. یعنی جدن تموم شد؟ آه بمیرم وسط خواهم. قلعه دختره. قلعه دختر؟ آره، بچه که بودیم داستانشو خونده بودیم، داستان دوتا عاشق که تو نگاه اول دل به هم دیگه میدن. پسر عاشق هر شب قایمکی میره تو قلعه و دختر جوونم واسه این که پسر راهشو گم نکنه با یه چراغ منتظر عشقش میمونه. بعد تو یه شب طوفانی چراغ خاموش میشه، پسر عاشقم که نور رو نمیبینه گم میشه. قهرمان که میفهمه عشقش مرده، خودش رو میندازه توی آب، با امواج یکی میشه. یادتونه؟ خودت برام تعریف کرده بودی. چند روز اینجایی ولی هیچ جا نرفتی نه؟
نه اشکالی نداره. قبلا اصلا نیومده بودی استانبول؟ جیوان کجا میری؟ ماهر پس کجایی؟ گفتی صبر کنم مشته داری، نذاشی سوار اتوبوسم بشم، منو کاشتی اینجا. ببخشید نتونستم بیام. چی شده؟ قضیه جیلانه؟ نه جیلان خوبه. پس خبر بزرگت چی بود؟ ماهر چیزی نشده، مهم نیست. یعنی چی؟ اشتباه فهمیدم. ماهر داداش چیزی نیست دیگه، اشتباه فهمیدم. خب خیلی خوب، پس بی بریم. علی من باید برگردم خونه. باشه داداش بریم خونه. نه من برمیگردم، بابام مریضه، فردا میبینم. باشه. جیوان امروز سومی باره. آره. تو بگو. میگم، یعنی گفتنی نیست، میدمش. یعنی تو گمش نکردی؟ گمش نکردم. یادگار اونقدر ازش گذشته که من اصلا یادم رفته بود نصف دیگهش چه شکلیه. قبلا باید بهت میدادمش ولی نشد دیگه. یادگار بگیرش، مال توه. داری میری دیگه جیوان جان؟ امروز راهی میشی؟ آره دارم میرم. من ملماس. یه وقت نری، 15 سال دیگه بیای، عمرمون کفاف نمیده. میاد بابا میاد، عمه سال 8 پاش که باشد دیگه میاد. میگم کاش که دستیم به رستوران میکشیدی. شوهر خواهر رو این شماره شاهین آلتینداخ نوشته شده. اون دیگه کیه؟ صاحب عروسی دیروز.
دیشب باش حرف زدم. چهارفه؟ واسه رستوران شوهر خواهر. کار اصلیش همینه. تو رستورانا سرمایه گذاری میکنه. میخردشون. به رستوران تو هم میرسه. واسه چی؟ سرمایه گذاری میکنه دیگه بهایدی. تو یه زنگ بهش بزن. منتظر خبرته. داداش جیوان هنوز عکستو به هم ندادی؟ گفتم که میدم. خوش دیب. ولی داری میگی یونس جانم داداش جیوانت داره در مورد کار حرف میزنه. تو برو به مامانت کمک کن. میخوای را بیافتین دیگه؟ باشه برو پسرم. اوف. 15 سال رفت و 15 سال بر نگشت. الان کی میدونه کی بر میگرده؟ برمیگرده آبجی برمیگرده. مگه گوشت از ناخون جدا میشه؟ اونم داداشته. حتما برمیگرده. داداشم داره میره. یادگار داره میره. ما موندیم تک و تنها. اینجوری نکن آبجی. اینجوری نکن. خدا قهرش میگیره. بازم هر جوری حساب کنی تو خونه 7-8 نفر هستن. آجیک آجیک وای اومدم. امه اومدم. یونس تو داری چی کار میکنی؟ هیچی. هاتی یارین همه چیزو برداشتیم. چیزی جا نذاشتیم؟ آره برداشتیم ماما. چیزی نمونده. یادگار جان، حاضرید؟ بلیتا رو گرفتم، همه چی آماده است. باشه، منتظرم. بیایید دیگه. خاندان جان، پاشو که ماشین اومد. تو هم میای دیگه مگه نه؟ میام میام، حتما میام. کارم انجام بدم، زود میام. تو صبح اونجایی، منم زور. پروازمون چند ساعت با هم دیگه تفاوت دارن. خب منم میموندم دیگه. کار دارم. فکرم میمونه پیشت گلم. پاشو. پاشو دیگه. پاشو. پاشو. تو آنتب خیلی وقت داریم. پاشو پاشو قشنگم. بجم. بجم گلم. بجم خندان جان. بجم. تاکسی منتظرته. بجم دیگه. زود باش. بیا. بیا عزیزم من. آفرین. برو دیگه. ماهر برادر چش پسر تو یه چیزیت هست. نه از دیروز تا حالا خیلی عجیب شدی. منو نگاه کن. بعد رسوندن جیران که مشکلی پیش نیومد ها؟ نه نه چیزی نشده. حالت خوبه؟ خوبه. سب کن ببینم. من فهمیدم چی شده. داداش چطور میتونی همچین چیزی رو بهم نگی؟ چیو؟ چی داری میگی علی؟ من این قیافه رو میشناسم. مگه قیافم چشه؟ سوختی پسر، عاشق شدی مگه نه؟ نه بابا چه ربطی داره؟ ما هم درگیر درد خودمون شدیم، رفیقمون رو یادمون رفت. خب عاشق کی شدی؟ این دختر خوششانس کیه؟ چی داری میگی داداش؟ چش عاشقی علی تو هم ای خدا. بعدش هم مگه تو نمیخواستی بری؟ میرم بابا. باشه منم میرم. برو باشه برو. ولی همین روزا بوش در میاد داداش.